باشه، قدر مطلق نداشته باشه، مرز نداشته باشه. بهش میگم آقا مرز نداره. پس نقاط بحرانی، نقاطی هستند که یا مشتقشون صفره یا مشتقشون وجود نداره. مشتق کجا صفره؟ 1, 2, 3, 4, 5. نقاط بحرانی که مشتق صفره، 1, 2, 3, 4 و تمام این نقاط 5. مشتقشون صفره، 1, 1, 1, 2, 3, 4, 5. اینا نقاط بحرانی مشتق پذیرن، اینا مشتقشون صفره. اما مشتق ناپذیرا، اونایی که مشتقشون وجود نداره، اونا کیان؟ 6 ناپیوستگی. کجا اتفاق میفته؟ تو مرز، وقتی به هم نمیرسن. یا کجا اتفاق میفته؟ براکت، جایی که توش زده و مشکل و اون استثناءات هم نیست. 7 دیگه کجا مشتق وجود نداره؟ زاویه دار. زاویه دار چیه؟ ریشه ساده داخل قدر مطلق، یا مرزی که به هم برسن و با هم نمونن، یا براکتی که توش زده و پشتش گرمه، زاویه دار میشه. 8 ریشه زاده زیر رادیکال فرجه فرد، اگر توانش فرد باشه عطف قائم میشه، مثل رادیکالیسم فرجه 3. اگر توانش زوج باشه بازگشتی میشه، مثل رادیکال x2 به فرجه 3. اینا مشتق ناپذیرن، کلن سر و ته بازه، سر و ته بازه، کلن ریشه زیر هر رادیکالی مشتق ناپذیرن. این 5 تا مشتق ناپذیرن. اگر تابع اینا رو نداشته باشه، نگاش میکنم میبینم مرز نداره، مثلا بالایی رو دارم میگم، مثلا اینو برش میدارم، الان میخوام برم ببینم آقا نقاط بحرانی، مثلا پایینی رو بردارم، پایینی رو بردارم که مثلا توپلترم هست، برم نقاط بحرانی این جی ایکس رو میخوام پیدا کنم، یا نقاط بحرانی اف ایکس رو میخوام پیدا کنم. کپی تو بذار اول بذار اینو پاکش کنم، همین اف ایکس رو برم نقاط. من میگم آقا اکستریماشو پیدا کن. میام چیکار میکنم؟ میگم آقا تابه براکت نداره، مرز نداره، قدر نداره، فرج فرد نداره، مگ نداره، در پس مشتق پذیره. پس اکستریمش چه ساده فیلمه. مشتق میگیرم میشه 3x تو به اضافه 6x منهای 9 مساوی 0، جمع ضرایب 0، یکی ارشا 1، اون یکی سی اون منفی 3. دو تا ریشه ساده فریم دارم، پس دو تا اکستریم دارم. منتها نمیدونم اینا ماکس یا مینه. البته من میدونم، چون ضریب ایکسش مثبته، اولیش ماکس، دومیش مینه. هیچ وقت من دو تا ماکس پشت سرم ندارم. مین 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 جنگ مگه؟ ندارم. پس قطعا اولیش ماکس، دومیش مینه. منتها اینو طراح نهایی از من قبول نمیکنه. طراح نهایی میگه جدول تغییرات بکش. میگم باشه، ایکس از منفی بی‌نهایت تا مثبت بی‌نهایت. میگه فریم تو تعیین علامت کن. میگم منفی 3 و 1 ریشه ساده فریمن، منفی 3 و 1 اکستریمن، ولی جنسش رو نمیدونم. باید فریم تو تعیین علامت کنی. ببین میگن آزمون مشتق اول، مشتق رو تعیین علامت می‌کنی، ضریب ایکسش مثبت، رو به بالاست، بین دو ریشه منفی، خارج دو ریشه مثبت. وقتی مثبت یعنی مشتق داره از صعود به نزول، نزول صعود. پس این میشه ماکسیموم نسبی، این میشه مینیموم نسبی. اگر مقدارشو بخوام، عرض نقطه رو بخوام، جاگذاری میکنم، منفی 3 رو میذارم اون تو، f منفی 3 رو به دست میارم اینجا، مثلا f منفی 3 رو به دست میارم، میشه منفی 27 به اضافه 27 به اضافه 27 منهای 10، اینا با هم میرم میشه 17 میشه ماکسیموم. پس نقطه شد منفی 3 و 17، نقطه شد 1, 2, 3. بازم نمودار نجاتمون داد. ببین منفی 3 و 17، 1 رو بهش بدم میشه 1 به اضافه 3 میشه 4 منهای 9 میشه منهای 5، منهای 10 میشه منهای 15. 1 و منفی 15 میشه مینیموم، 1 و منفی 15 منفی 3 و 17، منفی 3 دادم شد 17. اینم بنویسم، اف 1 هم بنویسم، اف 1 میشه 1 به اضافه 3 منهای 9 منهای 10 میشه 4 منهای 9 منفی 15. این میشه مینیموم، میشه ماکسیموم. پس این شکلیه. اف 0ش هم منفی 10، میتونی اینم مثلا اینجا داشته باشی، این شکلیه قیافش. درست شد؟ 87 مقدار ماکسیموم اینه، مقدار مینیموم اینه. اینا ماکسیموم مینیموم های نسبیه توی تابع درجه 3 که خیلی موضوع مهمیه، خیلی حائز اهمیته. اینم میتونیم بریم به دست بیاریم، x منهای 3x یه مثال دیگه حل کنیم. میگه آقا ماکسیموم مینیمومش رو پیدا کن، اینو برای ما حل کن، بگو که چند چندن، ماکسیمومش چنده، مینیمومش چنده، جدول تغییرات بکش.
میگم که آقا اولا این کتاب مشتق پذیره، پس مشتق میگیرم، اف فریم میشه 3x2 منهای 3 مساوی 0، x2 میشه 1، x میشه منفی 1 و مثبت 1. دو تا ریشه ساده اف فریم دارم، پس دو تا اکستریم دارم. اگر تو تابقه بدم ارزششون به دست میاد.